سرخط خبرها، طالبان از سقوط ده پست جبهه مقاومت خبر میدهند. گیتاریست گروه راک خواستار خروج گروه دختران نوازنده افغانستان شد. بریتانیا در ماه جولای نسبت به خطر تصرف افغانستان توسط طالبان هشدار داده بود. تظاهرات زنان در هرات، حقوق زنان نباید نادیده گرفته شود. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای چینل وان اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. اشت صبح می نویسد تظاهرات زنان در هرات، حقوق زنان نباید نادیده گرفته شود. اشت صبح می نویسد شماری از زنان هراتی روز پنجشنبه 11 سنبله در یک حرکت اعتراضی برای حق تحصیل، کار و مشارکت در عرصه سیاسی خود دادخواهی و تاکید کردند که نباید حقوق آنها نادیده گرفته شوند. این زنان با توجه به وعده های رهبری طالبان در دوره مذاکرات خواهان عملی شدن این وعده ها شدند. برگزار کنندگان این حرکت دادخواهانه در هرات تاکید میکنند که زنان محصور شدند، در چهار دیواری خانه نمیپذیرند و همواره برای حقوق خود که در دین اسلام نیز به آن اشاره شده مبارزه میکنند. بصیره طاهری از برگزار کنندگان این دادخواهی به روزنامه اشت صبح میگوید که خواسته های عمده زنان شامل حق تحصیل، حق کار، فعالیت های سیاسی و سهمگیری در حکومت آینده است و میافزاید که در 20 سال گذشته حضور زنان در بخش های مختلف کشورداری، تحصیل و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در کنار مردان پررنگ بوده است و حذف زنان نادیده گرفتن بخش بزرگی از جامعه متخصص و فعال است. زنان هرات اثران طالبان خواهان تجدید نظر درباره فعالیت زنان در بخش های مختلف حکومتی و فعالیت های اجتماعی هستند و حذف خود را پایان زندگی می دانند. آنان تاکید میکنند که تا آخرین لحظه حیات برای حقوقشان مبارزه میکنند و از عواقب این دادگاهی حراسه ندارند. پیش از این در کابل نیز زنان با راه اندازی یک حرکت دادخواهانه احقاق حقوقشان شده بودند. رهبری طالبان بارها اعلام کرده است که با حقوق زنان در چارچوب دین اسلام مخالفتی ندارد. این در حالی است که پژواک افغان نیوز روی صفحه رسمی خود می نویسد طالبان از سقوط ده پست جبهه مقاومت به دست آنان و کشته شدن 30 تن این جبهه در دو روز اخیر در پنجشیر خبر می دهند. اما جانب مقابل با تایید کشته شدن دو قمندان جبهه می گوید که تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است. در همین حال اسپوتنیک می نویسد رسانه بریتانیا در ماه جولای نسبت به خطر تصرف افغانستان توسط طالبان هشدار داده بود. روزنامه بریتانیایی میگوید که وزارت خارجه بریتانیا در ماه جولای هشدار داده بود که طالبان میتوانند قدرت را در افغانستان به دست بگیرند. با گزارش اسپوتنیک، روزنامه تلگراف و نقل از گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا گزارش داد وزارت امور خارجه بریتانیا در ماه جولای هشدار داد که طالبان می توانند به سرعت قدرت را در افغانستان به دست بگیرند. در گزارش وزارت خارجه بریتانیا که تاریخ آن 22 جولای سال روان می باشد آمده است که نیروهای امنیتی افغان ممکن فرو بپاشد و بریتانیا مجبور خواهد شد سفارت خود را در کابل ببندد. همچنان گفته می شود که این وزارت خانه به طور خصوصی هشدار داده بود که طالبان آنقدر سریع پیشروی دارد که می تواند قدرت را به دست بگیرد. یک منبع در وزارت امور خارجه بریتانیا به این روزنامه گفت که بعید است دومینیک راب وزیر خارجه این گزارش را خوانده است، زیرا وی جلسات محرمانه تری درباره وضعیت افغانستان داشت. در تاریخ 15 اگست طالبان وارد کابل شدند و کنترل ارگ ریاست جمهوری را در دست گرفتند. اشرف غنی قبل از ورود گروه طالبان به کابل افغانستان را ترک کرد و در پیام اعلام کرد
برای جلوگیری از خونریزی کشور را ترک می کند. این تغییر قدرت منجر شد تا هزاران افغان برای فرار از این کشور از ترس حملات تلویزیون طالبان تلاش کنند و همین اوضاع میدان هوای بین المللی کابل را بحرانی تر کرد. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شب 31 آگوست کامل شد و آمریکا به جنگ 20 ساله در افغانستان پایان داد. این در حالی است که گیتاریست گروه راک خواستار خروج گروه دختران نوازنده افغان شد. تام مورلو گیتاریست گروه موسیقی ریت انگس دمیشی در نامه سرگشاده گفته که دختران نوازنده افغان پس از تصرف کابل به دست طالبان در خطرند و باید به شکل گروهی از افغانستان خارج شوند. این نامه که توسط لانی کوردولا دوست 57 ساله و معلم گیتار این موسیقیدان به نشریه بیلبورد ارسال شده است منتشر یافته است. کوردولا در سال 2015 یک مدرسه موسیقی برای دختران با نام دختر با گیتار در افغانستان را اندازی کرد. این مؤسسه از طریق سازمان غیر انتفاعی او به نام میراکلیوس لاکید تأسیس شد که هدف آن آموزش گیتار به کودکان در مناطق ویران شده از جنگ است. این آموزشگاه به ویژه برای دختران جوان تأسیس شد که از حقوق اندک برخوردارند، اغلب به ازدواج مجبور می شوند و با شدیدترین اشکال خشونت مواجهند. مورلو در نامش نوشته است: من به نمایندگی از برخی دختران بسیار خاص در افغانستان که به شدت در معرض خطرند می نویسم. دختر با گیتار از یتیمان خیابانی و دختران دیگری که صدمات زیاد دیدند حمایت می کند و از موسیقی به مثابه ابراز برای توان بخشی وسیله برای حل مشکلات و پشت سر گذاشتن گذشته و ایجاد امید استفاده می شود. من افتخار همکاری با این بچه های افغان را داشتم. از زمان تصرف طالبان مدرسه آنها ویران و دختران مخفی شدند. او گفت آنها به شدت در معرض خطرند زیرا همه می دانند موسیقی غربی اجرا کردند و یک معلم مرد آمریکایی با آنها آموزش داده. هر کاری که بتوانند برای نجات آنها میرهم مایه مزید امتنان خواهد بود. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر بدرود. الله حافظ و نگهدار شما باد.